من بابک شادافر هستم، اصلیت ایرانی، متولد تهران. شغلم توی ایران طراحی گرافیک بود، شرکت تبلیغاتی داشتم. داستان من از این قراره که حدود 50 تا تابلوی نقاشی تخت جمشید در سایز 100x70 توسط خواهرم فرستادم به دبی. خواهرم دبی کار میکرد، صاحبکاری داشت به نام احمد سالم عثمان الحمادی که وقتی عکس تابلوهای من رو دید خواست که تابلوهای من بره اونجا برای فروش. تابلوها رو خواهرم برد امارات، برد دبی سال 99. چند وقت صبر کردم و دیدم هیچ خبری از تابلوها نیست. چون خدمت سربازی نرفته بودم و پاسپورت نداشتم، مجبور شدم قاچاقی از طریق مرز از بندر عباس به جاسک خودمو برسونم اونجا. 6 صبح ما رو پیاده کرد نزدیک ساحل. طرف افغانی با اون صحبت کرد، گفت اینو ببر دبی و همون جایی که میخواد بذار تماس بگیره با تلفنت با موبایلت که بیان دنبالش. که من تو ماشین خوابم برد و بعد از چند ساعت بیدار شدم دیدم دبی هستم. با خواهرم تماس گرفتم، اومد اون منطقه که منو پیاده کرد، اومد دنبال من. بعد از اون رفتیم به هتلی، یکی از آشناهامون هتل داشت، منو برد به هتل اونجا که تو اون هتل به اون اتاقی داد فعلا که من بتونم پیگیر تابلوهام باشم. از روزی که من رسیدم اونجا دنبال تابلوهام بودم، همش پیگیری تابلو. با احمد سالم دائما تماس میگرفتم که تابلوهای من پس چی شد. میگفت داریم میفروشیم، داریم روش کار میکنیم. چند وقت گذشت، من دائما اونجا بودم، پولم هم کم کم داشت تموم میشد و دیگه ویزای خواهرم هم داشت تموم میشد. من از خواهرم خواستم دیگه آخرش از طرف یکی از دوستاش فهمیدم که تابلوها دیگه تو امارات نیست. تابلوها رو یا جای طلبشون یا دو چیز من شنیدم که گفتم به یه امریکایی فروخته و فرستاده ژاپن. کل 50 تا تابلوی تخت جمشید از امارات رفته بود بیرون. دیگه من دستم به هیچ جا بند نبود. از اونجا بود که من شنیدم، بعد از شکایت فهمیدم، قبل از شکایت فهمیدم که تابلوها رفته ژاپن. خواهرم رفت شکایت کرد پلیس شارجه، احمد سالمو خواستن، بازجوییش کردن و ازش ضمانتنامه خواستن. اونم با زرنگی گفت من نه کارتی همراهم نه پاسپورتی. یکی از دوستای ایرانیش که همراهش بود به نام آقای کیانی پاسپورت ایرانیش رو به عنوان ضمانت گذاشت که این تابلوها رو به ما در عرض چند وقت تحویل بدن. خواهرم داشت ویزاش تموم میشد، اقامتش تموم شد و برمیگشت ایران. بعد اینا دائما مدام صحبت میکردن که مشکلی نیست و شما بیاین رضایت بدین و بابک به شما میمونه، ما بهش جا میدیم، قضا میدیم، کار بهش میدیم، هیچ مشکلی نداره تا تابلوها برگرده. هر جوری بود با کلک خواهرم داشت برمیگشت، رضایت از خواهرم گرفتن و پاسپورت رو آزاد کردن پلیس شارجه. با اینکه همه ما گفته بودن نکنین چنین کاری. خواهرم برگشت ایران، من موندم پیش اینا. منو بردن به عجمان توی پارچه فروشی که مال کیانی بود، صاحب اصلی احمد سالم بود. کیانی واسه احمد سالم کار میکرد اونجا. من تو پارچه فروشی بعد کار میکردم ولی هیچ مزدی نداشتم. شبا بعد توی انبار میخوابیدم. چند وقت اینجوری گذشت، بعد از چند وقت احمد سالم من گفت که من پول ندارم تابلوها رو برگردونم. این DHL میخواد، گرونه، اگه داری پولش رو بده. با اینکه میدونست من پولی هم ندارم. بعد از چند وقت کیانی تصمیم گرفت برگرده ایران. من از جایی که داشت بیرون کرد. من دیگه هیچ جایی تو امارات نداشتم که برم. دوباره برگشتم پلیس شارجه، گفتم که اینجوری شده، اینا تابلو رو دیگه به من نمیدن. اون پلیس هم که اصلیتش ایرانی بود ولی پاسپورت اماراتی داشت به من گفت دیگه تموم شد، خواهر رضایت داد، هیچ کاری دیگه نمیشه کرد. تصمیم گرفتم همونجا خودمو معرفی کنم، برم داخل زندان اونجا که از اونجا بتونم شاید طلبامو بگیرم، حقمو بگیرم. یعنی اون موقع تابلوها یه چیزی حدود 36000 یورو پول تابلوها بود که فروخته بود به یه امریکایی تو اون زمان، یعنی سال 2000. بعد از اون منو بیرون کرد پلیس شارجه، دوباره برگشتم عجمان در مغازه.
از صبح نشستم تا شب هیچ پولی دیگه هم نداشتم که هیچ کس دم نهیم از در مغازه رو باز کنه دیگه. از همه جا مونده شده بودم، نمیستم چی کار باید بکنم. رفتم یه کیک خریدم، یه آب میوه خریدم، خوردم و رفتم پلیس عجبان. پلیس عجبان که رفتم، بعد هزار بود، تعطیل شده بودم، کسی نبود. بعد هیچ کس هم فارسی حرف نمیزد اونجا. بهشون گفتم که من چنین طلبی از چنین کسی دارم، مغازش اینجاست، و هرچی گفتم نفهمیده. آخه گفت پاسپورت رو بده، گفتم من پاسپورت ندارم، من غیرقانونی اومدم. منو گذاشتم داخل بازداشتگاه. شب من داخل بازداشتگاه بودم، صبح منو فرستادن دادگاه به عنوانی که غیرقانونی اومدی. دادگاه که رفتم یه مترجم بود، ازم سوال کرد که مشکلت چیه؟ گفتم من انقدر تابلو طلب دارم از چنین کسی توی عجمان، این مغازشه. دائما قاضی سوال میکرد غیرقانونی اومدی یا پاسپورت داری؟ سوالش فقط همین بود. منم هی میگفتم هزینه تابلوهام رو میخوام، من طلب دارم. آخرش گفت نه پاسپورت نداری، غیرقانونی، یک ماه زندان. سری منو بردن زندان عجمان. زندان عجمان که رسیدم قشنگ با کتک پذیرایی شده از همون اول. من اول انداختم توی بند، که بندی بود که زندانی ها رو تازه میآوردن. شب اول من اونجا گذروندم، بعد روی پتو فقط میخوابیدم. نه تختی بود، نه چیزی، هیچی نبود، فقط پتو. یه پتوی کثیف به من دادن، لباسامو تحویل گرفتن، وسایلمو گذاشتن تو انبار. یک ماه من اون زندان رو میگذروندم. بعد از اون منو فرستادن به یه قسمتی دیگه. تو اون قسمت خیلی سخت‌تر بود. دائما من مریض بودم، دائما من کتک میخوردم. بعد رو زمین میخوابیدم با یه پتو فقط به ما میدادن. برای آب بعد صحف میکشیدیم، یعنی آب یه آب سردکن بود، یه دستگاه آب بود که آب سرد نداشت، آب گرم داشت ولی قطره قطره آب میومد. ما بعد تو صف وای میسادیم تمام زندانیا، ظرفامون و بطریامون رو میذاشتیم که این ظرفا پر بشه. یه شب طول میکشید تا یه لیوان فقط ما بتونیم آب بخوریم. در حال اون یک ماه گذشت با سختی، با کتک که میخوردم، مریض بودم، دکتر نمیفرستادن. یک ماه که تموم شد و بهم گفتن بعد بری زندان دیپورت، زندان صدر، زندان دیپورت صدر توی ابوظبی. بیرون اومدم که وسایلمو تحویل بگیرم از انبار، کیفمو که باز کردم دیدم وسایلمو دزدیدن. کمربندمو برداشته بودن، دوربینمو برداشته بودن، عینکمو برداشته بودن، یه سری لباسای نومو برداشته بودن، یه ساک خالی به من دادن، اصلا هیچی توش نبود. سوار کامیون کردن ما رو بردن ابوظبی. توی زندان دیپورت ابوظبی که رسیدیم دوباره شروع شد. به محضی که رسیدیم با کتک، با شیلنگ منو کتک میزدن. چون ایرانی بودم، بعد از اول گفته بودم که من طلب دارم از یه اماراتی، و چون طرفم اماراتی بود و توی ارتش امارات کار میکرد، خیلی طرف اونو میگرفتن. چند وقتی اونجا بودم، سفارت اومد، یعنی هر دو هفته سفارت ایران می اومد که به کاری رایانه رسیدگی کنه. سفارت می اومد که برای ما لیسپاس درست کنه. بعد مدارکمون رو تحویل می زدیم، کارشناسایمون رو تحویل می دادیم که لیسپاس درست کنه برگردیم ایران. من گفتم من ایران بر نمی گردم بیه. تا موقع که حقمو نگیرم، من ایران بر نمی گردم. گفت بین دو تا سه ماه طول میکشه تا من باشون صحبت کنم تا از راه قانونی بریم جلو. هر دو هفته میومدم گفتم پس چی شد. هر موقع میومدن سوال میکردم، گفتن ما تماس گرفتیم ولی هنوز جوابی نگرفتیم ازش. یک ماه گذشت، سه ماه گذشت، من مریض بودم همش. من اصلا دکتر نمیفرستادم. برای هر چیزی من کتک میخوردم اونجا. دائما توی پای من میزدن،
با چنین چیزی من کتک میخوردم. پایین تو بدن من میزدن، توی پای من میزدن، با این شیلنگ، کلوفتر از این شیلنگ، من همیشه کتک میخوردم. یک بار یه چوب اینجوری توی پای من خورد کردن. دائما با من خیلی بد بودن، چون میگفتن تو از یه اماراتی طلب داری. ما هر شب وقت داشتیم که بیایم تلفن بزنیم. بعد از وقت اداری که میشد، مدیر زندان که میرفت، اینا دست به کار میشدن، ما رو میوردن بیرون، میگفتن بیا تلفن بزن. تا میومدم تلفن بزنم، شروع میکردن اینا کتک زدن من، میزدن روی تلفن رو قطع میکردن. گفتم بچه رو اینجوری میکنین؟ گفتن تو اجازه نداری تلفن بزنی، تو بعد برگردی تو زندانت دوباره، تو بعد برگردی ایران. 3 ماه گذشته بود، پای من یه قده چرکی در آورده بود که اصلا نمیستم را برم. بر میرفتم گفتم میخوام برم بهداری، میخوام برم پیش دکتر. دکتر من رو نمیفرستادن، فقط یه پرستار اونجا بود. هر موقع من میرفتم فقط یکم کرم روی دستمال میذاشت، میگو بذار رو پات خوب میشه. 6 ماه پای من همینجوری چرک کرد، باد کرد دیگه. بعد از 4 ماه باد کرد دیگه، نمیستم راه برم. یکی از دوستانم که عربی بلد بود یه نامه نوشت به مدیر زندان که این دیگه نمیتونه راه بره، این باید حتما بره دکتر. سریع رئیس زندان نامه داد که این باید بره زندان. منو فرستادن بیمارستان، باید بره بیمارستان. من فرستادن بیمارستان ارتش، دستبند، پابند، یه میله آویزون، یعنی دست و پا بسته، یه میله هم آویزون به دست و پا، یعنی بعد اینجوری راه میرفتم. اصلا نمیستم راه برم، پاهم بعد باز میبود که این درد نگیره. رفتم دکتر دید، 6 تا قرص به من داد. در از 1 هفته این چرکا خوش شد که خود اون نرسی پرستاری که اونجا بود تعجب کرد، گفت فقط تو با این 6 تا خوب شدی؟ گفتم آره. یک بار اومدم بیرون دیگه، 4 ماه گذشته بود، سفارت اصلا من هیچ کاری نکرده بود دیگه. من با سفارت درگیر شدم، از سفارت بازخواست میکردم. دائما پرسیدن پس چی شد؟ گفتن نه باید برگردی ایران. دائما پلیس اومد من اذیت میکرد، پتوهامو جمع میکردن، روی تخت ما قد میخوابیدیم. توی بندی بودیم که بند ایرانی ها بود، یعنی تمیزترین جایی بود که ما بودیم. دائما ما اونجا رو با دیتور میشستیم. تختا آهنی بود، دوشک نداشت، با یه دونه پتو نمیشد، باید حداقل 5 تا 6 تا پتو تا میکردیم میذاشتیم روی تخت تا بتونیم روی تخت بخوابیم. فقط همیشه میومدن اینا من اذیت میکردن، میومدن پتوهای منو برمیداشتن، فقط هم پتوهای منو برمیداشتن. یه پتو میدادن برای روم، یه پتو واسه زیر، پتوهای کثیف هم میدادن، پتوهایی که من تمیز شسته بودم، زیر انداخته بودم، همه رو جمع میکردم، میگفتم پتو کم داریم، فقط هم پتوهای منو برمیداشتن. که باز دوباره دوستا کمک میکردن، باز به پتو میدادن که من بندازم زیرم بخوابم. بعضی موقع با همون یه دونه پتو زیر میخوابیدم رو اون تخت فلزی. یه روز از بند اومده بودم بیرون، میخواستم برم میشه پرستار، سرما خورده بودم. تو راه که داشتم برمیگشتم، یه پلیس به من، یکی از همین پلیسای زندان، یه آدم چاقی بود، همیشه با من خیلی بد بود، چون میدونست من از اماراتی طلب دارم، شروع کرد منو زدن. انداخت توی بند کثیف، انداخت توی بندی که بنگلادشی ها، هندی ها بوده و پاکستانی ها بودن. کثیف ترین بندی بود که تو زندان بود، بو میداد، کثیف بود، اصلا یه وضعی بود، اصلا نمیشه تو اتاقا بری. من همونجا گرفتم نشستم و تکون نخوردم دیگه. بعد اومدن دیدن من اونجا نشستم، اومدن تهدید کردن من، گفت اگه نری تو بند شب میام خدمتت میرسیم، یعنی به تجاوز میکنیم. تا این حرفو زد یه ساعت دستم بود، ساعتمو زدم زمین، شیشه شکستم، رگ دستمو زدم، 3 جای رگ دستمو زدم اینجا که خون را افتاد. بعد دیگه تمام زندانیا شروع کردن، کسی چیز کرده خودشو زده، پلیس، تمام پلیسا ریختن منو بردن بهداری. بعد منو بردن پیش مدیر حفاظت زندان، گفت چرا این کارو کردی؟ گفتم من دائما دارم اینجا کتک میخورم، من دائما مریضم، من دائما دارم کتک میخورم، من به خاطر طلبم موندم تو اینجا.
من تا طلبمو نگیرم از اینجا نمیرم. گفت کی تو رو زده؟ پلیسا رو نشون دادم، گفتم اینا منو همش کتک میزنن دائما، به خاطر تلفن منو کتک میزنن، به خاطر غذا منو کتک میزنن، بیرون میام منو کتک میزنن. بعد زندان یه زندانی بود که فقط سوله بود، یعنی عکسش من دارم حالا، یعنی اصلا ما بیرون رو نمیدیدیم، فقط یه محوطه بود که بالای سیم خاردار بود، فقط ما میومدیم تو اونجا قدم میزدیم، همین، دوباره برمیگشتیم اونور. وضعیت زندان خیلی بد بود، یعنی کثیف‌ترین زندانی بود من تو عمرم تا حالا دیده بودم. اولین بار بود من زندان میرفتم، ولی زندان عجمان و زندان ابوظبی دوتا زندانی بود که واقعا کثیف‌ترین زندانی بود. یه سری پلیسا بودن که میمدن، من به چشم خودم دیدم شب جوانای هندی و پاکستانی ها جدا میکردن، بهشون تجاوز میکردن، میبردن جدا میکردن، جوانا رو میبردن تجاوز میکردن. یه سری پلیس های دیگه بودن تو اونجا بهشون میگفتن خنیس، دوتا پلیس بودن، اینا میمدن جدا میکردن افرادی ها که دوست داشتن، خوششون میمد. که این زندانیا باید با پلیس یه کاری میکردن، باید با پلیس تجاوز میکردن، یعنی برعکس بود. حدود 5 ماه تا 6 ماه گذشت دیدم خبری نشد. آخر تصمیم گرفتم اتساق غذا کنم. تو گرمای 40 تا 50 درجه من اتساق غذا کردم. اول اینو فکر میکنم من شوخی میکنم. روز اول منو آوردن بیرون. گفتم باید غذا بخوری. کتکم زدن. گفتم من غذا نمیخورم. حتی اگه بمیرم من اینجا غذا نمیخورم. من حقم رو میخوام. من یا تابلا یا پول تابلا هم رو میخوام. روز دوم گذشت، روز سوم گذشت، دیگه بدنم داشت ضعیف میشد. اینا دیدن نه جریان خیلی جدیه، به سفارت ایران زنگ زدن که یه اتصاب غذا کرده، به وزارت کشور امارات خبر دادن، به رئیس زندان، همه خبردار شدن، دیگه سراغ من نمیومدن. من فقط میخوابیدم رو تخت. حتی من سفارتم دیگه کنسل کردم، هر 2 هفته که سفارت من نمیرفتم. پلیس مد به زور منو میگرفت، از تخت میکشید بیرون، منو میکشیدن رو زمین تا دم سفارت. دم سفارت که میرفتم یا اتاقی بود به نام اتاق سفارت میگفتن اونجا. شروع کردم باشون درگیر شدن. شروع کردم باشون بده بیرا گفتم. شروع کردم شما برای من هیچ کاری نکردین. من اینجا دائما دارم کتک میخورم، دائما دارم شکنجه میشم. ولی واسه من هیچ کاری نکردین شما. اعتصاب غذای من 10 روز طول کشید. تو گرمای 40 درجه دیگه نمیتونستم راه برم. سفارتم اصلا نمیومد سراغ من. گفتم تا سفارت نیاد، تا رئیس زندان، وزارت کشور وضع من روشن نکنه، من سفارتمو تموم نمیکنم. روز 10 بود که دبیر اول سفارت با دبیر دوم سفارت با یه مترجم اومدن تو اتاق رئیس زندان. من که دیگه اصلا نمیستم راه برم. دوتا پلیس اومدن زیر بغل منو گرفتن بردن تو اتاق. گفتن الان اعتصاب غذا، اولین کاری که کردن تهدیدم کردن. گفتن اعتصاب غذا میکنی؟ سفارت ایران رو به دردسر میندازی؟ ما برات میگردونیم ایران. برات برمیگردونیم، کاری باید میکنیم که دیگه هیچ وقت از این کارا نکنی. مدیر زندان اصلیتش افغانی بود. ولی پاسپورت اماراتی داشت، فارسی بلد بود. همه چیزو شنید. بعد از اینکه من از اتاق اومدم بیرون رفتم دوباره تو بندم، دوباره رئیس زندان منو صدا کرد. گفت تو چی میخوای؟ حساب غذا تموم کن، داری حالت داره بد میشه، امکان داره بفرستمت بیمارستان یا حالت بدتر بشه. گفتم من حقم رو میخوام. گفت بگو چی میخوای. گفتم اولین چیزی که میخوام، نمیخوام دیگه ایران برگردم، چون شما شنیدین منو تهدید کردن، یعنی من برگردم ایران من میفرستن زندان که اونجا شاید بدتر از زندان شما باشه. دومین چیزی که میخوام، حقم رو میخوام، یا تابلوم یا پولم. به من قول داد، گفت من میتونم بهت قول بدم که تو رو به ایران بر نگردونم. من با وزارت کشور امارات صحبت میکنم، تو رو به یک کشور ثالث میفرستیم. اگه بتونی پاسپورت بیاری، بتونی پاسپورتی بیاری که ما رو تو میفرستیم به یک کشور دیگه. وگرنه برای تابلوات چون یه اماراتیه من بهت قولی نمیتونم بدم، ولی کمکت میکنم. بعد از اون بود که من اعتصاب غذامو شکستم. بعد از 10 روز اعتصاب غذامو شکستم، منو فرستادن دبی. منو فرستادن دبی با اینکه اصلا دبی هیچ برنامه‌ای من نداشتم. یه مدت زندان پلیس دبی رفتم، دنبال
یه سر نخی از احمد سالم دنبال تابلو، خب هیچی نبود. منو بردن کنسولگری. کنسولگری ایران هم هیچ کمکی تا حالا به من نکرده بود. سفارت تو ابوظبی کمک نکرده بود. خود کنسولگری هم هیچ کاری نمیتونست بکنه. فقط من با ایران تماس گرفتم، گفتم که برین شکایت کنید از آقای هاشمی، دبیر اول سفارت، برای من هیچ کاری نکرده بعد از 8 ماه که من تو زندان دیپورتم، دیپورت صدر. دوباره منو برگردوندن همون زندان صدر تو ابوظبی. مدیر زندان گفت چی شد؟ گفتم اونجا هیچ خبری نبود، اصلا من اونجا هیچ پرونده ای ندارم، اصلا اونجا زندگی نمیکنه، این تو ابوظبی زندگی میکنه. گفت حالا من کاری دیگه میکنم، من تو رو میفرستم زندان ابوظبی. منو فرستاد زندان پلیس ابوظبی. یه زندانی بود کثیف، یه بازداشتگاه کثیف، همه رو پتو میخوابیدن، تمام پتوها پر شپش، پر کک، یعنی تا صبح شما فقط میدیدی که یه سری چیزای ریز داره راه میره، بدنت اذیت میکنه. یه اتاق خیلی کوچیک، توالت و همون، همه چی تو هم بود، با یه دونه اماراتی اصل که ایرانی بود، اماراتی که ایرانی اصل بود ولی پاس اماراتی داشت. آشنا شدم، جرمش چک بود، آورده بودنش اونجا. گفت اینا دارن تو رو سر کارت میذارن، دارن تو رو این ور اون ور میکنن که تو خسته بشی، یا برگردی ایران یا جای دیگه بری. اونجا هم هرچی تماس گرفتن با احمد سالم گفتن مسافرته، که من تازه بعدم فهمیدم از طریق سفارت ایران ویزا گرفته رفته ایران، اصلا امارات نبود. یه چند روزی هم من اونجا بودم، دوباره منو برگردوندن زندان صدر. از زندان صدر دوباره گفتن چی شد؟ گفتم اصلا نیومد احمد سالم، هرچی هم زنگ زدن جواب منو ندادن، با منم خیلی بد حرف میزدن. دوباره منو فرستادن زندان، فرستادن پلیس عجمان. دیگه پلیس عجمان پرونده منو نگاه کرد، گفت این بنده خدا نزدیک به یک سال تو زندانه، کمکش کنین. به همه گفت کمک کنین، یه کاری کنین که این به حق و حقوقش برسه. که هر کاری کردن باز خبری نشد. من همون روز دوباره برگشتم ابوظبی، زندان صدر ابوظبی. دیگه از اون روز بود که شکنجه ها کمتر شد، اذیت کردن من، هنوز من کتک میخوردم ولی به اون صورت دیگه نمیخوردم، چون مدیر زندان بالای سر من مدد وایستاد و بعد حساب غذا قول داده بود که منو کمک کنه که من برگردم، که من برم کشور دیگه به غیر از ایران. با سفارت آشنایی داشتم، یه دوستی پیدا کردم سفارت، به من در اومد گفت که هر کاری میکنی زود باش، اینا دارن از ثبت احوال ایران، اداره شناسنامه، کپی شناسنامه تو میگیرن که برای باسد لیسپاس صادر کنن، برات گردونن ایران، برگردی ایران سری میری زندان. من سری با خانوادم تماس گرفتم، برادرم واسه من رفت یه پاس درست کرد، پاس جعلی مال یه کرد عراقی تو سوئد، که برای من اینا در عرض یک هفته فرستاد. حدود یک ماه هم دوباره طول کشید، من بعد میموندم تا هزینه بلیتم که خود قرار بود دولت امارات بده پر، خودشون که میگفتن بعد اینجوری بمونی تا پر شه. بعد از اون بود که واسه من بلیت گرفتن، پرواز شب بود سوئیسر به زوریخ استکهلم، که من هرچی گفتم استکهلم نمیخوام برم، خوام انگلیس، گفتن نه دیگه تنها پروازی که ما پیدا کردیم همینه. اینجوری بود که منو شبونه آوردن توی فرودگاه، کانتر سوئیسر فهمید پاس من جعلیه، چون خروج ورود به امارات نداشت پاسپورت من، مهر ورود به امارات نداشت ولی خروج از امارات داشت، که اومد صحبت کرد با پلیس، گفت این پاس جعلیه، این نمیتونه از اینجا رد شه. که بعد پلیس صحبت کرد باشون، گفت که این برای شیخی اومده کار کنه، نمیتونه واسه شیخ کار کنه، باید برگرده، باید برگرده به کشور خودش. من از ایمیگریشن رد کردن، که بهش میگفتن جوازات، ایمیگریشن مهر زد چون نامه وزارت کشور داشت. من رفتم تو قسمت سالونی که بعد سوار هواپیما میشدم، که باز مدیر کانتر سوئیسر اومد جلوی من، به من گفت که سفر خوشی داشته باشی، ولی اعلام کرده بودن به من، به سوئیس اعلام کرده بودن که چنین کسی داره میاد با چنین پاسپورتی. پرواز رفت
رفت عربستان جده، نشست مسافرگیری کرد، رفت زوریخ. زوریخ من پیاده شدم، صبح بود، رفتم دم کانتری که بعد بلیتمو چنج میکردم، پاسپورت و بلیت نشون میدم، میرفتم استکهلم. تا من بلیت و پاسپورت نشون دادم گفت که شما پاسپورتون جعلیه. سری پلیس سوئیس اومد اونجا منو گرفت که منو بردن تو اداره پلیس. من هیچ مدرک ایرانی از خودم نداشتم، فقط یک کارت افغانی داشتم. با همون کارت منو آوردن فرستادنم بیرون، به دوازده پناهندگی و یو اینی که تو اونجا بود قبول کرد تو خود فرودگاه قسمت پناهندگی، منو فرستادن بیرون که من از اونجا اومدم بلژیک. 19 ژانویه رفتم کمیساریا که خودمو معرفی کنم با عنوان پناهندگی. مترجم من چون آخر وقت بود کیس من اصلا اشتباه ترجمه کرد. کیس من یک کیس درجه یک بود. اینا حتی میتونستن از سفارت امارات، از زندان امارات استعلام بگیرن که من تو اون زندان بودم. مترجم من شخص بود نام کوروش. من گفتم از عمان اومدم دبی زندان بودم، ولی این در اومد گفت تو از عمان پرواز کردی به ترکیه. برای منم خوند. گفتم نه چنین چیزی نیست، اصلا یه اشتباه است، من اصلا چنین چیزی به شما نگفتم. گفت نه همون چیزی که تو گفتی درسته، ولی همون کیس دروغی که از خودش در آورده بود اشتباه ترجمه کرده بود ترجمه کرد. منو فرستادن کمپ جومت شاغلوگا. در عرض یک ماه و نیم دوتا منفی گرفتم. یک سال من اونجا موندم. بعد از یک سال اومدم بیرون تو بروکسل شروع کردم کار کردن، کار سیاه، میتونم یه حقوقی در بیارم، یه پولی داشته باشم واسه زندگی. کار من چی بود؟ کار من هنر بود. من دینم رو عوض کردم، کلیسای پروتستان واترلو، من مسیحی شدم، پروتستان شدم. من تابلو میکشیدم میبردم تو اون کلیسا میفروختم که بتونم خرج روزانم رو در بیارم. بعضی موقع من حتی پول نداشتم، من بعضی موقع یه وعده غذا میخوردم، جایی نداشتم واسه خوابیدن. یه سازمانی منو معرفی کرد به یه گروهی به نام وزتوه گلوباروما که هنرمندای خارجی رو چیز میکنن. من تو همون انبار اونا بدونه که اونا بفهمن من اونجا میخوابیدم. من اونجا نقاشی میکردم، چند تا نمایشگاه گذاشتم که تمام چیزای نمایشگاه هم هست، تمام مدارک مال نمایشگاه هم هست. بعد از اون سال 2001 به بعد، سال 2002 گذشت، شد 2003، دم زندگیم داره خیلی سخت میشه. با گروهی آشنا شدم سال 2003، رفتیم تو حساب غذا، 16 نفر ایرانی تو کلیسای مینیم که همه فهمیدن. اولین گروهی بود که رفتم تو حساب غذا. ما تونستیم بعد از 16 روز جواب بگیریم. تنها جواب کارت نارنجی بود. من اونجا هم گفتم که من توی زندان ابوظبی بودم. بعد از اون دیگه من کارت نارنجی گرفتم، زندگی نرمال، اوسم و برم درس بخونم. دوباره من دنبال همین کار بودم، کار نقاشیم. 4 سال من کار نقاشی میکردم، نمایشگاه میذاشتم با سازمان گلوباروما، ولی به هیچ نتیجه ای نرسیدم. یعنی هیچ کس به من کار نمیداد، اون سازمانم واسه ما کار پیدا نمیکرد. بعد از اون که تصمیم گرفتم برم ودابه درس بخونم. تنها رشته‌ام که علاقه داشتم آشپزی بود. رفتم آشپزی خوندم، کاری که بعد 4 سال میخوندم در عرض 2 سال خوندم. از مده برکر شروع کردم آشپزی درس خوندن، بعد هلپ کوک گرفتم، بعد کوک گرفتم با بهترین نمره. بعد اومدم شروع کردم به کار کردن. شروع کردم به کار کردن تو سازمان جاپلینگ. من 1 سال از طریق اوسمو اونجا کار میکردم. از موقعی هم که اومدم بلژیک حس میکردم پای من درد میکنه. این درد پای من همیشه بود. از سال 2001 اومدم پای من درد میکرد. دو سال 2004-2005 دیگه من شروع کردم رفتم دکتر که ببینم واقعا پای درد پای من مال چیه، که به هیچ نتیجه نرسیدم. سال 2005-2006 بود که دیگه با یه متخصص آشنا شدم توی میخلن که کلی آزمایش روی پای من کرد.
گفت استخون پای تو از داخل شکسته، سر شکنجه هایی که شدی. 6 ماه به من آمپول میزد، هفته 12 تا آمپول به پام میزد، من 2 تا مریضی گرفتم به خاطر شکنجه هایی که شدم. بعد چند جای دیگه هم کار کردم، من آشپزی کارم هم خوب بود، الان این دختر 6 ساله دارم، با خانمم دارم زندگی میکنم. ولی الان شوکی که به من وارد شده، دیگه نمیتونم کار کنم. آخرین راپورتی که دکترم فرستاده واسه من نوشته که به خاطر شکنجه‌ای که تو ابوظبی شدی، پای تو دیگه قابل استفاده واسه کار آشپزی نیست. من تابلوهام به این آقا دادم، احمد سالم، 36,000 یورو، سال 99. بعد عکسای دادم از امارات که من تو امارات بودم، چیزایی بود که من کمیساری هم ارائه کردم ولی قبول نکردن. این عکس توی دبی منه، این نمایشگاهی که من گذاشتم توی بلژیک سال 2009، باز این عکس دبی منه، میدونه جمال عبدالناصر دبی، این شارژه که تمام مدارکش دارم، شارژه پارک کورنیش سال 2000. این اعتصاب غذایی که ما کردیم 16 روز. این زندانی که من توش بودم، زندان صدر، یه زندانی بود خارج از ابوظبی توی صحرا، نوشته سجن صدر، از صدر پریزون. من توی این سوله ها زندگی میکردم، یعنی سوله هایی بود که ما اصلا هیچ جا رو نمیدیدیم، اصلا ما بیرون رو نمیدیدیم. من اینجا زندگی میکردم، من 1 سال اینجا زندگی میکردم، 1 سال من اینجا شکنجه میشدم، 1 سال من چیزهایی دیدم که اصلا باورم نمیشه. اجازه نداشتم من تو اون زندان به UN زنگ بزنم، اجازه نداشتم من اونجا، گروه از UN اومد اجازه نداشتم من برم باشون صحبت کنم، تا گروه UN اومد من انداختن توی انفرادی. این زندان عجمانه، من اینجا 1 ماه بودم تو این منطقه که فقط یه چند تا سوله بود، همش سوله بود، یعنی یه چیز زندان نبود. این عکسایی که من گرفتم، این عکسیه که من رو دریا، قشنگ معلومه من اومدم روی دریا. این ناخدایی که منو آورد با یه قایق کوچیک آورد تا چیز، تا عمان. این عکسای عمانه تو همون مزرعه‌ای که منو بردن، این عکسای دبیه که همش هست. و نظر پزشکم که آخرش به من شوک وارد شد دیگه، این شوکی که الان به من وارد شده سر اینه، سر این. این آخرین راپورتی که من از دکترم گرفتم بعد از چند سال درد، بعد از چند سال دارو خوردن. من ماهی 100 یورو تا 150 یورو باید پول دارو بدم که بیمه به من، میتوالیت به من بر نمیگردونه بابت این داروها که من میخورم، که تو اتست دکترم نوشته تمام داروهای منو. الان شوکی که من وارد شده بعد از چندین سال که من اینجا درس خوندم، آشپزی خوندم، کار هنر کردم، کلی سختی کشیدم تا بتونم اون کاری که میخوام انجام بدم. الان من بچه دارم، یه بچه 6 ساله دارم به نام یاسمین. الان من دیگه نمیتونم کار کنم. دکتر من به من میگه تو دیگه نمیتونی تو این زمینه کار کنی به خاطر این راپورتی که دکتر من داده، به خاطر شکنجه‌ای که من تو دولت امارات تو ابوظبی شدم، تو زندان صدر شدم. قشنگ توی راپورتش نوشته، حتی گفته حاضر توی دادگاه راپورت جدیدم بده که من شکنجه شدم. من از دولت بلژیک به عنوان یه بلژیکی الان میخوام که به من کمک کنه، پشت منو بگیره،
و به حق من، حقی که الان واقعا حق منه. اگه یه بلژیکی چنین شکنجه‌ای میشد، یعنی دولت بلژیک هیچ کاری نمیکرد. من الان تنها چیزی که میخوام، من با تمام گروه های سیاسی صحبت کردم، ایمیل خانمم ایمیل داده هلگا، امنیستی اینترنشنال صحبت کردم، هیچ جوابی نگرفتم. فقط یه وکیل پیدا کردم که گفته من نمیترسم تا آخرش میام. من سر این برنامه میرم تو اعتصاب قضا بر علیه دولت امارات که ثابت کنم من شکنجه شدم، پای من از کار افتاده، عضلات پای من دیگه جواب نمیده، من دیگه نمیتونم 800 روی پا وایسم. یعنی من باید دوباره از اول شروع کنم. یعنی من باید همه چیمو بذارم کنار، هنرمو که بذارم باید کنار، که چون هنر اینجا هیچ کاری واسه من نکردن. آشپزی داشتم کار میکردم با حقوق خوب، با درآمد خوب داشتم کار میکردم، داشتم تکسمو میدادم به عنوان یه بلژیکی. الان من از دولت بلژیک اینو میخوام که منو حمایت کنه، دادگاه بلژیک منو حمایت کنه، به پرونده من رسیدگی کنه. این راپورت دکتر منه، دکتر پیتر تونیرز، آخرین راپورتی که داد این بود که من شکنجه شدم. بعد از چند سال به این نتیجه رسید، طبق حرفایی که من زدم، طبق مدارکی که من بهش نشون دادم که من شکنجه شدم، عضلات پای من دیگه جواب نمیده، من بدون قرص دیگه نمیتونم، من باید ماهی 150 یورو پول قرص بدم، پول دارو بدم که فقط سر پا وایسم، که بیمه هم من بر نمیگردونه این پولا. پس من باید جواب خانوادم چی بدم؟ این سوال منه. پس این نتیجه میرسم که من باید برم تو حساب قضا، بعد یه عکسی نشون بدم که تموم کشورها بفهمن تو امارات، توی ابوظبی چه خبره. من دنبال خسارتم هم. من خسارت میخوام از دولت امارات به خاطر شکنجه که شدم، شکنجه که حقم نبوده. من طلبکار بودم، من طلب داشتم از یه اماراتی، چون از یه اماراتی طلب داشتم من این همه شکنجه شدم. دولت ایران به من هیچ کمکی نکرده، این تا این لحظه به من هیچ کمکی نکرده، حتی یه برگه که من بتونم ثابت کنم تو زندان بودم کمک نکرده. یه برگه نصف و نیمه واسه من فرستادن، اونم به زور، ولی حاضر نیستن منو کمک کنن. به من میگن یه اماراتی تو کشور امارات، ما هیچ کاری باش نمیتونیم بکنیم. الان که من ناسیونالیته بلژیک دارم، به عنوان یه بلژیکی پناهندگی سیاسی من هنوز بازه، هنوز بسته نشده. من به عنوان یه بلژیکی تقاضا میکنم از دولت بلژیک و گروه های حقوق بشری که به من کمک کنن. اگه نشه من میرم تو اعتصاب قضا که من ثابت کنم حقم این بوده. من بر علیه دولت امارات میرم تو اعتصاب قضا که بتونم حقمو بگیرم، به خاطر بچه 6 سالم، به خاطر خانوادم. این تنها خواهشی که من دارم، هیچ چیزی دیگه من از شما نمیخوام. اگه شما با یه دونه از این وسایلی که دیدین کتک خوردین، من حرفی ندارم، ولی شما هیچ کدومتون تا حالا چنین کتکی نخوردین با این وسایل، با این چنین چوب، شلنگ، آهن، مجبور باشین رگ دستتون رو بزنین که بهتون تجاوز نشه، اعتصاب غذا کنین 10 روز که کتک بخورین سر اعتصاب غذا، ظرف غذا بذارن جلوتون که اعتصاب غذاتون رو بشکنین. چنین وضعیت واسه تون پیش نیومده، واسه من پیش اومده. من یه هنرمند بودم، اومدم تو این بلژیک که هنرم رو ادامه بده بدم، ولی هنر منو اینجا هیچ کی بهش بها نداد، هیچ کسی بهش اهمیت نداد. مجبور شدم کارم رو عوض کنم، برم تو آشپزی. تو آشپزی هم کار کردم، چندین سال کار کردم با حقوق خوب، ولی این پای من دیگه جواب نمیده به خاطر شکنجه هایی که شدم. این آخرین حرف منه.